اعضای شورای ولایتی هرات نگران مصرف پولهای کمک شده نشست بروکسل به افغانستان هستند. این افراد میگویند نباید پولهای کمک شده به مانند سالهای گذشته حیف و میل شود. از جهتی شماری از فرهنگیان در هرات تاکید میکنند که اگر پول کمک شده درست مصرف شود، بسیاری از مشکلات مردم حل خواهد شد. همکارم فتان فرهود گزارش میدهد. اینجا همه جمع شدن تا از بسته کمکی جامعه جهانی در نشست بروکسل برای افغانستان استقبال نمایند. مسئولان برگزاری این کنفرانس میگویند این بسته کمکی نشان می‌دهد که افغانستان هنوز هم در معراق توجه جامعه جهانی قرار دارد و این برای آینده افغانستان امیدوار کننده می باشد. به اشتراک تعداد از جوانان در آمریت جوانان را اندازه شده که البته این بحث احتمالا تا هفته دیگه هم یک دو مجلس دیگه هم ادامه خواهد داشت. نگاه های تحلیلی تر قرار روی از این مسائل آینده افغانستان و فرصت هایی که پیش رو هست از جانب خود جوانان مطرح خواهد شد. از سوی هم شماری از اعضای شورای ولایتی هرات تاکید بر چگونگی مصرف این بسته کمکی دارند. آنان از حکومت می‌خواهند تا نگذارند این بسته کمکی جامعه جهانی برای افغانستان حیف و میل شود. حکومتی که میره پول جذب میکنه، حمایت های ملی را جذب میکنه، باید در درون کشور هم مردم از او حمایت بکنند. بنابراین برگزاری و تدبیر این جلسات میتونه نقطه قوت باشه برای حکومت افغانستان و برای آینده همگان، یعنی اینکه همه خود مسئول بپنداریم. از جهتی هم شماری از فعالان حقوق زن انتظار دارند تا این بسته کمکی به گونه اساسی برای ارتقای زنان به مصرف برسد. ولی در این کمک ها نهادهای مدنی فعالین و حقوق زن تلاش خواهند کرد که مطابق به نیاز زنان برنامه اساسی روی دست گرفته بشه. در همین حال در نشست بروکسل بیش از 15 میلیارد دلار تا سال 2020 برای افغانستان از سوی جامعه جهانی کمک صورت گرفته است و این نشان می‌دهد که افغان‌ها هنوز هم تنها نیستند. حالا آگاهان امور پافشاری دارند که میکانیزم بسیار قوی باید وجود داشته باشد تا کشور شاهد فساد نبوده و در آینده ها نیز افغانستان بتواند اعتماد جامعه جهانی را کسب کند و آینده نوید بخشی داشته باشد.